OITN Television Network was established close to 25 years ago in Los Angeles. Nader Rafai is director and producer of the station. OITN first started broadcasting on a Los Angeles cable station and Channel 18 KSCI. OITN broadcasts around the clock to viewers in at least five continents. During the last few years, it has been broadcast by Telstar Satellite in North America, including parts of Mexico, and also by Hotbird Satellite for all of Europe and the Middle East. OITN's goal from day one has been to educate people against drug use, and it has been successful in convincing addicts to seek professional help and get themselves clean. OITN is constantly alerting youth to the harm narcotics will bring to their lives, and it has played a leading role in raising awareness. On June 26th, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, with Nader Rafai's invitation, people wore white to show their opposition against narcotic use and trafficking. Because of these efforts, Nader Rafai was honored with 12 awards from organizations and agencies such as the California Governor's Office. He has also been awarded the Medal of Merit by the Los Angeles Sheriff's Office. OITN has been nominated to receive even more awards because of its continued fight against drug abuse. Nader Rafai has finished his education in cinematography and broadcasting in California Long Beach University. He has also directed many music videos in which he illustrates the effects of narcotics in society. OITN is supported by people around the world, with a small percentage of revenues coming from commercial spots. We hope you can join us to eliminate this deadly disease from our society and make a better world for all people. Thank you for your support. And God bless all nations. خب درود بر شما بینندگان عزیز در سراسر جهان. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و پاینده و برقرار باشید. خوشحالم که در برنامه امروز میتونم گفتگوی داشته باشم با دو دوست قدیمی، دو هنرمند مقتدر سینما، تئاتر و تلویزیون، دو بازیگر، دو کارگردان، دو نویسنده بسیار بسیار مطرح. و حال میبینیم که این دوستان در کنار یکدیگر جمع میشن و خالق آفریننده یک کار بسیار بسیار زیبا و قشنگ تئاتری میشن. در نتیجه بنده که اینجا هستم به راحتی میتونم خیلی سالا رو مطرح کنم، چرا که هستن شخصیت هایی چون داریوش ایران نژاد و شهرام بروخیم از بازیگران بسیار بسیار ماهر و با قدرت برای صحنه. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون جناب رفیعی، واقعا انقدر لطف کردی که من ترجیح دادم دوربین رو شما بمونه. خیلی متشکرم ازتون. داریوش ایران نژاد هستم و سلام میکنم به تمام بینندگان تلویزیون امید ایران در سراسر دنیا و امیدوارم هر جایی که هستین خوب و سالم باشین. برای منم ممنونم نادر جون، ما با هم خیلی رفیقیم، یعنی سال هاست که ما با هم همکلاسی هستیم، هم شنان یار دبستانی یار دبستانی و مرسی از اینتروداکشن قشنگت. مرسی. خب خدمت شما عرض کنم بینندگان عزیز، این گفتگو میتونه گفتگوی بسیار خوب باشه. ای کاش من زودتر از اینها داریوش ایران نژاد و شهرام بروخیم رو جدا جدا دعوت میکردم تا هم در زمینه فعالیت کاریشون بیشتر بدونی و هم اینکه در رابطه با اینکه خب چجوری شد داریوش ایران نژاد، چطور شد شهرام بروخیم در این آشفت بازار، در این دنیای غربت چه اتفاق افتاد. اما امروز دعوت من، البته حتما در هفته های آینده حتما این کار رو خواهم کرد و جدا دعوت خواهم کرد که هر کدوم در رابطه با خودشون و کارشون بیشتر صحبت بشه. اما امروز انگیزه که باعث شد که دوستان عزیز من مهمان تلویزیون امید ایران باشند به خاطر یک نمایشنامه است تحت عنوان تشنه انتقام.
البته جای داریوش باقری دوست و همکار عزیز تلویزیونی من هم الان اینجا خالی هست به خاطر در حال کارهایی که باید انجام بشه و گرفتاری هایی که برای اجرای نمایش همیشه وجود داشته، داریوش فعلا داره اون کارها رو انجام میده، ولی خب به هر حال دوست و رفیق و همکار بسیار عزیز من هست که جاش در اینجا خالیه. خودش یه جورای صاحبخونه است اینجا داریوش باقری. دقیقاً بهتر نیامد پس. والله نمیذ شما حرف بزنید. خب داریوش ایران نژاد، نمایشنامه تحت عنوان تشنه انتقام. بله بله. چی شد قبل از هر چیزی این نمایشنامه رو داستانش رو شما انتخاب کردی؟ به نوعی بله، در واقع پیشنهاد داریوش باقری بود. متن رو خب من آثار جناب دکتر غلام حسین سایدی رو میشناسم، کار کردم قبلا هم در همین جا هم به شکل روخانی، یکی از زیباترین کارهاش که در واقع من در 16 سالگی که در دبیرستان بودم و کار تئاتر اونجا تو دبیرستان می نوشتم، بازی و کارگردانی، اتفاقی افتاد که رفتیم یک کسی بلیط اضافه داشت و من رفتم آی بی کلای با کلای آقای سایدی رو دیدم که چه بازی می کرد؟ خیلی تمام بزرگان اون موقع، آقای عزت‌الله انتظامی، آقای بازیگری به حق، آقای استاد علی نصیریان، پرویز فنی‌زاده، منوچهر فرید، محمد علی جعفری، بزرگان تئاتر، بله، مهین شهابی، اسماعیل داورفر، آزیتان ناشینی. و من گفتم اینا که میگه دارش دقیق میگه، من چک کردم اول فکر کردم، بله، حتی اسمان... خسرو شجاع‌زاده هم یه نقشی داشت و ناصر نجفی اونا هم بودن که نقشای کوچیکتری داشتن، اصلی ها اینها بودن و نمایش بر اساس کودتای ناموفق 25 مرداد و بعد کودتای موفق 28 مرداد بود. آی بی کلا، بله، 25 بود، آی با کلا دیگه آره اومده با. و بعد در قالب مثل اکثر کارهای آقای سایدی در قالب یک داستان خیلی همه فهم شیرین، و اونجا که من اون کار دیدم فکر کردم واو اینا کیان، دهنم باز مونده بود و اینکه من دارم چیکار میکنم، و فکر میکردم قبلا هم گفتم که میشه یه روزی این آقایون خانم ها رو من یه جا ببینم بگم سلام، مثلا به من میگن سلام اینا، که بعد شانس داشتم با همه این بزرگان بازی کردن در تئاتر. خب بعد چی شد که این نمایش رو نمایشم؟ خب من اینجا خیلی کم کار کردم برخلاف ایران که خیلی زیاد کار میکردم. اینجا در طی سالهایی که هستم به هر نوع انتخابی که من داشتم در پشت صحنه کارهایی رو همکاری میکردم، ولی برای بازیگری زیاد اینجا فعال نبودم و کارگردانی هم همچنان. به هر حال بعد از گفتم من مثل که معمولا اینجوری پیش اومده که اینجا هر 20 سال یه بار یه کار میکنم. بعد از 20 سال که یک سری کار رو خب زیر رو کردم و خودم نوشتم، شهرام یک متن داشت با هم صحبت کردیم، داریوش باقری خیلی چشم انتقام رو که در ایران کار کرده بود و دوست می‌داشت از اونجا میگفت اون رو هم دوباره یه نظری بکن، و من چون حدود واقعا حداقل 500 تا نمایشنامه دارم، داشتم یه شب نمایشنامه کتاب دارم، کتابایی که نایابه و نمایشنامه‌ای که دست نویسه یا تایپ شده است، اونا رو زیر رو می‌کردم، خوردم به تشنه انتقام و چون داریوش تو ذهنم بود که گفته بود، گفتم بشینم دوباره بخونم، خوندم دیدم چه متن زیبا و شیرینیه و چقدر بر زمان ما منطبقه، با اینکه حدود مثلا 50 سال پیش نوشته شده توسط آقای سایدی، ولی همین آدم ها همین امروز هم هستن در جامعه، و نتیجتا انتخاب شد و طبیعتا داریوش چون پیشنهادم کرده بود خودش دوست می‌داشت که بازی هم بکنه، در ایران هم بازی کرده بود این نمایش رو، و یار همیشگی هم آقای شهرام بروخی من به همراهی خواستیم، و شهرام هم خب من از دیر باز اولین بار در کار بسیار زیبای آقای پرویز صیاد بر اساس شعر بلند آقای منوچهر یکتایی به اسم فارگوش همکاریمون رو با ایشون شروع کردیم، و از اون به بعد دوستی بله با هم بیشتر دوست بودیم چون من کم کار میکردم ایشون بیشتر،
پرسوناژ این داستان فقط سه نفر. سه نفر هم بله. در سه نقش. سه نقش متفاوت. نقش دیگه هم توش هست. نه این سه نفر هستند و در واقع مثل اکثر کارهای آقای سعیدی میگم چون ایشون روانپزشک بودن و در واقعا پایین جامعه قشر پایین اونجا مطب زده بودن و دوست داشتن با مردم کوچه و بازار دمخور باشن و از در روانشناسی بررسی میکردن، نتیجتا در بیشتر کارهاشون آدم ها در قالب قصه بسیار شیرین همگان هر کدام نمودار یک قشری از جامعه هستن. خب شهرام بروخین، شما در راستای داستان چه کردی و چه میکنی؟ من اولا که داریوشو که ما در نمایش فالگوش باش آشنا شدم، من واقعا عاشق داریوش شدم به چند دلیل. یکی به خاطر اینکه یه نقشی رو بازی میکرد که انقدر خوب بود درش، یه شخصیتی بود به اسم یزدی که البته سه نفر، دو نفر دیگه اون نقش رو بازی میکردن در این حال، ولی انقدر خوب بود که من شیفته بازی شدم و بعد با هم رفیق شدیم، واقعا دوست شدیم و این همیشه دوست داشتم که دوباره و دوباره باش روی صحنه برم. یه کارهایی کردیم با هم ولی به این شکل داریش وقتی به من پیشنهاد داد مثلا نگفتم این نقش چیه میخوای به من بدی و اینم نامردی نکرد، بگو چه نقشی به من داد. چه نقشی داده؟ بگو یه دقیقه فکر کن، بگو مثلا شهرام بروخین چه نقشی. نقشی قاتل رو دادم. نقش قاتل میداد. چی بود؟ خب حالا بذار این کار بکنیم. سه تا کاراکتر هست آقای رفیعی، چون شما خودتون از قبل از نوجوانی اینا در سینما و به واسطه پدر من لو دادم، حالا اون کارو بکنم ولی من لو دادم. آره نه ولی سه تا کاراکتر هست. یک کاراکتر نویسنده است، یک نویسنده است که سمبولی یا نموداری از تمام روشنفکرهای هست ما هستند که در همه زمان ها هستند که بیشتر اهل گفتار نیک و پندار نیکن ولی در کردار نیک خورده پاشون ملنده. و بعد این نویسنده یک نوکر داره که نمودار مردم ساده و صبور ما هستند که با تحملن، صبورن، تحمل میکنن و گایم جوش میارن. و بعد یک گدا هست، گدا علی که من در واقع سیدم هست، مثلا چیزهای سبز داره و کلاه سبز داره اینا، که اون هم باز نمودار تمام به همه دوران ها میخوره. الان که دیگه فراوان ماشالله به واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، گویا باور نمیدارند روز داوری چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. در واقع گدا علی نمودار تمام مذهبیون یا اونهایی که تظاهر به مذهبی بودن میکنند داره و کسانی که میگم از مرتب در گفتارشون از ائمه اطهار و مولای متقیان و عرض کنم مرتب جدشون رو نشونه میگیرن، به کمرشون میزنن، به علم علم سبزشون، ولی تمام فسق و فجورها رو در حد اعلا میگن. اصلا اینو که میگن به جدم به کمرم اصلا جدشون نه، این کمربندهای سری شال سبز میبندن، کلاه سبز هم میذارن، حالا شاید جنبش سبز هم از همونجا اومد. خب ببینم آیا ما نمونه ای از این برنامه داریم از این نمایشنامه؟ بله. یه دقیقه است، یه دونه هم دیگه داریم که از اون تمرین ها اونم. خب بریم پس یه دقیقه رو با هم نگاه کنیم. بله نمایشنامه ایست که به هر حال با کمدی است. بله کمدی. بله با هم نگاه کنیم. بروخین هستم، شهرام بروخین در نقش شعبون. نه ماجرای این مرتیکه رو میگم که سه تا خانم میبردنش هموم. الو مرتی که قطع میکنه. سلام داریوش باقری هستم در نقش نویسنده. خداوند تبارک و تعالی چیز بد به حروم خلق نمی کنه. این دوا چه معجزه ها که نمی کنه. داریوش ایران نژاد هستم در نقش گدایی. کارگردان داریوش ایران نژاد همراه با سه پیش پرده موزیکال از پرویز خطیبی. من بنده آقای بزرگم، دیشب تو لاله‌زار
هستی چهل سال فقط به فکر جیبم. یک شنبه 16 جون در اسکربار سنتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات 714-767-9347. اشنه انتقام، یک نمایش کمدی از دکتر غلام حسین ساعدی. آقا بازن عقدی مردم که نمیشه کاری کرد که. بروخیم هستم، شهرام بروخیم. خب خبادم تبریک میگم. خواهش رو مرسی. در قالب یه نقش دیگه هر کدوم. بله بله، ما یک کاری هم در انتخاب کردیم از در واقع سه پیش پرده هست. پیش پرده به نوعی برای جوانای ما که آشنا نیستن به نوعی میشه گفت کامدی، استنداپ کامدی ایرانیه، ولی به شکل بسیار نجیبانش و با پیام های اجتماعی سیاسی. بله هر کدوم جدا. بله این کار رو در واقع آقای پرویز خطیبی حدود 70 سال پیش شروع کردن و اولین پیش پرده ای که نوشتن اونم به علت این بود که اون موقع در تئاترای لاله‌زار که تئاترای بزرگی هم می‌ذاشتن اونجا دکورهای مفصل می‌زدن و برای عوض کردن دکور بین دو پرده زمان زیاد می‌برد و این پیش پرده‌ها به وجود اومد که یک کاراکترای جلو می‌اومدن و یک اشعار بسیار ساده‌ای رو که پیام‌هایی هم داشت بر اساس ترانه‌های کوچه و بازار که آهنگش تو ذهن مردم خط انداخته بود، جا افتاده بود، اینها رو می‌گفتن که آشنا هستی با تئاتر نثر و تئاتر. بله چند سال واقعا دهقان بود، تئاتر پارس بود، بله بارود بود، بله و اینا زمان من نبود. بله بله نثر قشنگ یادم هستش و اینا. بعضیش پیش پرده نبود مردم نمی‌اومدن اگه تئاتر پیش پرده خون نداشت. هر وقت راجع به تئاتر نثر گفته میشه خیلی جالب صحبت میشه. شبی که آقای وحدت در اونجا نمایشنامه داشتن، بله، مادر بنده و خانم خود آقای وحدت در اون شب در تئاتر دعوت شده بودن، رفته بودن، بله، و هر دو تا هم حامله بودن و اینقدر هر دو نفر اینا به اتفاق مردم میخندن که سر آخر تئاتر هر دوتاشون دردشون میگیره و فوری و من و سعید سر دیگر آقای وحدت به دنیا آمدیم. روی این حساب انگیزه به دنیا آمدن من از تئاتر نشه که اینقدر خندیدن که دیگه اونجا مجبور شدن برم. سر یه نمایشی بود به اسم عروس چینی هم چیزی بود آقای وحدت موقع بدانیم. بله آقای وحدت، آقای حتی ملک مطیعی در تئاتر بازی میکردن مثلا یادم دست های آلوده من به یاد دارم. بله. بله زمانی که من به یاد دارم زمانی که آقای وحدت و اینا همه دیگه جذب در سینما هم داشتن بودن. بله و دیگه کمتر در تئاتر بودن، ولی خب آقای ارهام که تا آخرین روز زندگیشون در تئاتر بود، بله، یعنی تا قبل از انقلاب بود، بله روی صحنه بود و ولی خب به یادم هست مثلا آقای میری رو یادمه که ایشون هم در تئاتر بودن، بله، آقای بهمنیار بودن، بله، خدمت شما عرض کنم این ایده بود که بله یه خورده بعد از ما، بله دیگه قبل از اون آقای تفکری و آقای سارنگ و اینا بودن، بله آقای مخشم و بچه بودم 4 سالم بیشتر نبود، 5 سالم آقای سارنگ و قشن یادمه که ایشون تار میزد، بله، و صدای بسیار پرفت و رسایی داشتش. خب بریم سراغ تشنه انتقام. شهرام بروخیم در نقش یک نوکر بازی میکنه. خب نوکر شما وقتی که در قالب این نقش میری، این نوکر بودن که ایشون توضیح دادن که کسانی هستن، یکی از دوستان من همیشه حرف قشنگی میزنه، میگه خدا کنه آدم گدا باشه اما گدا بی نیاز باشه، تا ثروتمند باشه و با نیاز باشه یا گدا باشه. قطعا شهرام بروخیم در نقش یک نوکر بی نیاز رو بازی میکنه. یه اسم قشنگتر میشه برای نوکر گذاشت، مثلا خدمتکار نمیدونم بطلر، ولی باز نه واقعا آره این نماینده به نظر من نماینده قشری از جامعه ماست که آدم های ساده هستن، خیلی راحت گول میخورن، گول هر داستانی رو میخورن، آدم های خیلی مثلا ایژوکیدیدی شاید نباشن ولی انسان های بسیار شریف و دوست داشتنی هستن. این بیشتر نماینده اون طبقه است و بیشتر شعبون اولا بار خنده خیلی زیادی داره و همین برای من هم چلنج بود بازی کردنش و خیلی دوست دارم این نقش رو. یه
شخصیت بسیار جذابه که خود من که باش زندگی میکنم بعضی وقتا شعبون میشم اونجور که نگاه میکنم بچه ها خندهشو میگیره، خودم برای شروع میکنم در درم خندیدن خیلی وقتا اگه خارج بشم از اون جلد اون شعبونی که اونجا اومده در بدن من میاد و منو میچرخونه اونجا یه جورایی. به هر حال نقش بازی قشنگی، بازی متفاوته. من چیزی که بیشتر دوست داشتم گفتم که خب غلام حسین ساعدی یه نویسنده شناخته شده است در فرهنگ نمایش نمایشی ما. پرویز خطیبی هم خب کارش باشه، اون همکاری داشتم اینجا بودن. هر دوی اینا شخصیت‌های خوب و با ارزشی هستن که در دست داریوش ایران نژاد به عنوان کارگردان من فکر می‌کنم این ارزش آره یک پختگی خیلی خوبی داره و خیلی ها رو جذب کرده که بیان ببینن نمایش. خب من حالا میخوام یه کار سورپرایز بکنم، میخوام که با تلفنت تلفن داریوش باقری رو بگیری. بله. و یه کار سورپرایز هستش. تا تلفن رو میخوای بگیری چقدر طول کشید تمرین این نمایشنامه شما بگیرید؟ واقعا به خاطر مشکلاتی که اینجا هست من همیشه میگم مثل اینه که شما رفت رو انسای ماشین دوباره بگیرید. فکر کنم روی ایر باشه. خب به علت مشکلاتی که هست همیشه مثل اینه که شما در تهران نمایش رو تمرین میکنین روزا، ولی یکیتون باید از قم بیاد، یکی از کاشان، از کرج، راه ها اینقدر دور اینجا و ترافیک و اینا. گذشته از اینکه خب بچه ها هر دو شهرام که بیزنس خودش رو داره، آقای باقری هم به عنوان مجری تلویزیون مرتب برنامه‌اش هم واقعا بسیار پرباره، نتیجتا تمام روز شو باید اونجا بذاره، ساعت شو برنامه‌اش رو تهیه بکنه، بعد یک ساعت لایو تقریبا 4-5 روز در هفته بره جلوی دوربین تلویزیون و منم بچه‌ها روشون این براست، من اون طرفم. خب داریوش عزیز رو روی خط تلفن داریم. داریوش جان درود بر شما. خواهش میکنم، جای شما بسیار خالیه. هر چی کردم که به هر حال برنامه رو تموم بکنم دیدم نمیشه، باید با داریوش عزیز هم حتما به گفتگو نشست. خواهش میکنم اولا آرزوی بهترین ها برای شما و خانم نازنین و خانوادتون دارم و تبریک میگم برای این همه موفقیتی و موفقیت هایی که شامل حال فرزندانت و خودت هستش. خواهش میکنم داریوشان با بچه ها که صحبت میکردم با دوستان گفتن که شما در ایران این نمایشنامه رو بازی کرده بودید، درسته؟ من هم کارگردانی کرده بودم هم بازی کرده بودم. خب در کجا بود؟ در چه زمانی بود؟ سال اگر اشتباه نکنم 56 یعنی حدود یک سال قبل از انقلاب. خب اولین بار در کاپ جوانان مرکزی در جاده قدیم شهرام اجرا شد که آقا یه شب اجرا اونجا باشه که بعد میشه استقبال زیادی که شد ده شب اجرا اونجا گرفت. بعد به صورت در حقیقت کاپ دانشجویی تو چند دانشگاه که بعد سالی پار دانشگاه خصوصی تربیتی دانشگاه تهران و تهران دیگه اجرا گذاشته شهری از در 25 شروع رفت و اجرا رفت که دوست دارم این نمایشنامه نشون بدید اگه امکان داره رو تصویر. آیا در این نمایشنامه همین نقش رو بازی میکردید شما؟ نه من اون در اون نمایشنامه که آقای ایران نژاد و تکیه داری ازش بازی کردم و اینجا آقای ایران نژاد رو راضی بکنید که بیاد و این بله بسیار عالی. به هر حال خیلی خوشحالم که سه تا از هنرمندان بسیار خوب ما، البته داریوش باقری رو ما دوست بسیار عزیزم رو بیشتر در چهره تلویزیونی شما دیدید، ولی رشته اصلی و تحصیلاتش در رشته تئاتر بوده، در ایران فعالیت تئاتر داشته و
به هر حال هر کسی باید برگرده به اون شغل اصلیش. اینو جدی میگم، الان خود بنده هم به امید خدا تا آخر ماه جولای فیلمم رو شروع خواهم کرد. به هر حال ما واقعا باری کلا دقیقاً خب اون رشته اون تمه یا تمه به قول معروف بازیگری باید در وجود کسی باشه که بتونه به عنوان مجری عهده‌دار نقش مجریگری رو داشته باشه. به هر حال خیلی ممنونم داریوش عزیز، آرزوی بهترین ها برات دارم. ایشالله حتما در طول چند هفته آینده داریوش عزیزم دعوت خواهیم کرد که در تلویزیون امید ایران گفتگوی داشته باشیم در رابطه با نمایشنامه تشنه انتقام، اگر چه داریوش عزیز رو ما در شبکه جهانی تلویزیون پارس در برنامه بسیار پربینندهش میبینیم. به هر حال ممنون ازت داریوش جان، خیلی ممنون از شما. قربانت پرنده باشی. خب اینم یک چاشنی کار رو بعد نبوده. خب یک دفعه دیگه من دوست دارم این عکس ها رو نشون بدیم، زیر عکس ها موزیک هستش دیگه. بله بله، یک بار این عکس ها رو که کاراکتر ها کاملا برای بینندگان ما آشنا تر بشه با هم نگاه میکنم. خود من و داریوش و شهرام چون کاریه که واقعا خیلی کار تاعت در اینجا نه در همه جا، کار بسیار پرزحمت به تمام بچه های تاعت، واقعا کار پرزحمت و پرخرج. پول سالون که یکم مشکلات ما پیدا نمیشه، بعد هر سالونی خیلی گرونه، تبلیغات، تمام این چیزها، بعد رفت آمدها، میگم به علت مسائل کاری و راه های دور شاید حداقل 4 ماه هست یا که ما مشغول این کار هستیم، اگه بیشتر نباشه دفنیتلی کمتر نیست، و زمان میبره تا اینکه یک نقشی بشینه تو آدم، به خصوص متنهایی که متنهاییست که جا داره که کاراکترها روش کار بشه. و جا داره اینجا بگم و فکر کنم کار تهیه کنندگی هم که یک بخش عظیم کاره، همینی که بلیتا چاپ بشه، پوستر چاپ بشه، اینا کجا رفته بشه، مصاحبه ها تنظیم بشه، تمام اینا بخش تهیه کنندگیه و تصمیم گرفتیم که خودمون کارها رو تقسیم کنیم و انجام کنیم. از نظر مالی هم خودمون خیلی زیاد اسپانسرایی داریم که خیلی اولا خیلی کمک کردن همه در رسانه ها، واقعا مثل خود شما، تلویزیون پارس، مجله جوانان، مجله تهران، فردوسی، به هفته بازار و دو تا اسپانسر واقعا به ما کمک کردن. جادار مرسی که یادآوری کردین. بیبرلی هیلز بی ام دبلیو به جنرال مجری آقای شان رمضانی 20 بلیت رو گرفتن و همچنین شرکت کردیت من که کردیت ریپر میکنه، آقای مدیریتی آقای پویان ناینی، ایشون هم 10 تا بلیت رو گرفتن که ما اینها رو در برنامه رادیویی به شنوندگان گفتیم بدن. خب خرجیه که نمایشنامه بسیار خرج زیادیه، به خصوص اینکه در ابتدا برای تمرین اون وقت بسیاری گذاشته. آره ببخشید، شعله رسانه، شعله فلیم، آقای مستشاری، آقای مستشاری واقعا ازشون بسیار متشکرم، خیلی ممنونیم ازش، برای اینکه جایی که به ما داده برای محل تمرین و این که ما راحت میتونیم یه جایی داشته باشیم بدون مسئله، بریم هر ساعتی که میخوایم تمرین اونجا تمرین بکنیم. برای محمد مستشاری هم یکی از کسانی که بسیار
واقعا همه جوره حمایت کردن آقای مستشاری. یکی از این پوسترهای زیبا هم که عکسشو شما لطف کردین پخش کردین، خودشون زحمت کشیدن دادن با خرج خودشون درست کردن. یک دنیا ازتون متشکرم مستشار. آقای مهرداد خان اختراعی بعدشون موسیقی و صدای ما رو کار کردن، چون پیش پرده ها موزیکاله، میخونن و میرقصن و بله ایشون موسیقی رو بله زدن بله و صدا ها رو گذاشتن. مگه اوریجینال تو اسم استفاده کردیم؟ نه نه صدای خودمون هم هست. آخه ما نادر جون خواننده نیستیم که چون اینا رو واقعا مثلا اصلش رو کاری که آقای داریش باقری اجرا میکنن یه تصویرش دیدین لباس فراک و کلاه سلم دارن، این اولین پیشپرده ایه که آقای پرویز خطیبی نوشتن و پیشپرده شروع شد و دادن آقای مجید محسنی اینو خوندن و صدا آقای مجید محسنی خوب بود. بعد پیشپرده ای که آقای بروخی اجرا میکنن به صورت دهاتی خوندن آقای نه 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 ایشون اصلا فیلمش رو داریش باقری پیدا کرده، فیلم آقای مجید محسنی رو همین لباس رو پوشیدن و میرخصن و با ساکسیفون میدن. کارگر نفته نه مجید محسنی رو میگه که شویدن لالزار رو خونده. کاری که آقای بروخی میخونن کارگر نفته، مال موقعی که نفت ما در انصار انگلستان بود و کارگرای ما رو اذیت می‌کردن و اینها، از زمان یک کارگری که با الانم فرقی نمی‌کنه، واقعا الان یه کسی دیگه این هفته داره می‌خوره، اون موقع انگلیس می‌خورد، به همین علت اون موقع به انگلیسی‌ها می‌گفتن صاحب، ما عوض کردیم گوشیم آقا، اگه آقا توی آقا توی میخوام نباشی. نتیجتاً اون کار که این پیشبرده رو آقای نصرت کریمی برای اولین بار اجرا کردن که وقتی در خاطرات آقای خطیبی میخونین کارگران شرکت نفت اون موقع اعتصاب میکنن بر علی انگلیسا، آقای گرمسیری، آقای خاشه، آقای خیرخواه، آقای نوشین، آقای خطیبی و آقای نصرت کریمی میرن آبادان و در اعتصاب این شعر رو اجرا میکنه پیشبرده رو. قیامتی میشه که میان میگن آقا دین اجرا کنین، اینا پارچه ها رو آتیش میزنن. و پیشپرده سوم رو که من میخونم دعا نویس که باز همون واعظان غیر متعزه مثل گدالی، اون رو هم آقای مرتضای احمدی اجرا کردن. خب داریش عزیز گویا زنگ زدن. داریشان خواهش میکنم. شماره اشتباه است روی چرا؟ 877-847-40-40 آره درسته؟ 874 ساری 874 874 بله 874 874 40 40 بله 874 847 درسته؟ بله بله نه 874 الان نه الان میشه 874 بعد چیه شما؟ 40 40 از اول بگو میتونن درست کنن الان؟ آقا 877 اوکی 877 که بود بله 874 40 40 بله آه بذاری 47 بعد بشه 74 پس 877 رو درست بکنید بعد میشه 874 بله نشون میده من خودم بلیت نخریدم 874 74 هستش اشتباه گذاشتید 877 874 بله مرسی چهل چه خب هللویا هللویا میبخشید تلفن اشتباه بوده البته شهرام بروخیم اشتباه داره تلفن رو من بلیط نخریدم تالا من بخرم بلیط گیرش نیومد 877 874 40 40 لازم بلیط ها در گالری عشق هست در وستفود یک بار دیگه اجازه بدید این اطلاعیه پخش بشه بازم نگاه بکنیم که دقیقا در کجا چه ساعتی حالا اونجا توی اون اطلاعیه شماره یه چیز دیگه است که اونم میتونن بزنن اما این تلفن اصلی ما حالا به هر حال 877 874 40 40 داروشان اگر این اشتباه دوباره زنگ درستش کنید یک نمایش کمدی از دکتر غلام حسین ساعدی. آقا بازن عقده مردم که نمیشه کاری کرد که بروخیم هستم شهرام بروخیم در نقش شعبون نه ماجرای مرتیکه رو میگم که سه تا خانم میبردنش هموم الو
مرتیکه قطع میکنه. سلام، داریوش باقری هستم در نقش نویسنده. خداوند تبارک و تعالی چیز بد به حروم خلق نمی کنه. این دوا چه معجزه ها که نمی کنه. داریوش ایران نژاد هستم در نقش گدای. کارگردان داریوش ایران نژاد همراه با سه پیش پرده موزیکال از پرویز خطیبی. من بنده آقای بزرگم، دیشب تو لاله زار چهل سال فقط به فکر جیبم. یک شنبه 16 جون در اسکربار سنتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات 714-767-9347. اشنه یه انتقام. بسیار عالی. خب بینندگان عزیز، خوشحالم که چند نمایشنامه خوب داره روی صحنه میاد و آدم های حرفه‌ای دارن این کار رو میکنن. یه چند تاشون، چند تایی هم که اصلا من راجع به شما اصلا حرف نمیزنم. امیدوارم اگه جوانهایی هستن دارن این کار میکنن، برای اولین بار این کار میکنن، این دور رو پیدا کنن و موفق باشن در کارشون. چرا که نه، حقشونه که این کار صورت بگیره. به هر حال کاری که داره صورت میگیره به نظر من خیلی قشنگه که تئاتر داره زنده میشه. بله، برای مدتی بود شماها و کسان دیگه مثل هوشنگ توزی، مثل بچه‌های سیار، بله سیار، یه مقداری کنار کشته بودیم، ولی الان میبینم خود هوشنگ اومده تو کار، خود شما هستی. بله ما خوش قدم بودیم، ما شروع کردیم خوشبختانه. بله آقای توزی هست با بله کار جدیدشون، بله شاعر نقره، آقای سیاد با هستن، آقای سیاد اومدن از ایران اومدن. بله آقای علیرضا خمسه. من راجع به ایران اصلا حرفی ندارم. آره. من با کنسرت بچه های ایران، تئاتر بچه های ایران بسیار مخالفم، برای اینکه it's not fair. بچه های ایران میتونن در ایران برن بخونن، بل. در ایران میتونن نمایشنامه اجرا کنن، فیلم بازی در کنن، سریال بازی کنن، فیلم بازی کنن، سریال. ولی بچه های ما در اینجا داریوش ایران نژاد حق نداره پاشه تا جزیره کیش هم بذاره. میدونی جالب چیه؟ جالب که بسیار مخالف بله بله. و خواننده های ما اینجا رو اوبر دارن رانندگی میکنن، ولی خواننده از تو ایران داره پولش رو در میاره میاد اینجا میکنه پولش. حالا من یه چیز دیگه میگم، من با مخالف میدونم، با بچه ها، با خواننده ها مخالف، نه با هنرمندان مخالف، با فکت این کار میکنم. آره منم همین رو میگم، میگم که اولا که خیلی از این هنرمندا خودشون اینجا زندگی میکنن، میان و میرن، خیلی هاشون میدونی که بله اینجا هستن، بله سرده شدا نمی کنن، خانواده باشکی میاد من گره ایران کار میکنم. خب اون ایچو و من میگم که تقصیر هنرمندا نیست، تقصیر مردمه. سیستم همونطور که گفتین شما، سیستمی که باعث شده که من مثلا نمایش لجبازها رو من داشتم، نمایش بسیار غیر سیاسی، بسیار نمایش قشنگ احساسی راجب رابطه ها. باور کن برای نمیم، برای اینکه خودم امتحان کنم حداقل مثلا 14 بار نامه نوشتم، ایمیل زدم بهشون. اصلا جواب هوای لس آنجلس رو که میخوری اصلا چرا یه هنرمند ایرانی اونا میذارن بری تو خود هنرمند تو ایران یخت میگیرن؟ نه فکر نمیکنم اونقدر اذیت کنه. هنرمند ممکنه یه خورده رقابت بکنن، ولی در نهایت همه مشکل با ما خواهند داشت که شما 30 سال اونجا دارین کنار اونجا اومدین، ما اینجا بودیم. نه نه باشون در ارتباطیم، خودت میدونی با بعضیشون صحبت میکنم، میشناسن، میدونم چی. واقعا خب وقتی هم دوستای ما هستن، به هر حال رفقای ما هستن، همکارای ما هستن، هموطنای ما هستن، زیاد فرق نمیکنه با هم همون گرفتاری. ولی من با اون نه درست میگی، من اصلا مخالفی نیستم باشم، یعنی به این دلیل که شماهایی که عمرتون رو گذاشتید تو کار هنر، بله شما که با من هم کلاس بودی، یار دبستان، میدونی دیگه من ساختمون ها میتونستم بخرم، نه خریدم. شما نه دارم میگم شما و خود داریوش ایران نژاد عمرشو اینجا گذاشت برای یه روی صحنه. امروز حق رفتن به ایران رو نداره که بخواد در اونجا کاری رو انجام بده. ولی خب یهو در ایران خوانندگان، هنرمندان سینما، تئاتر بیان اینجا حالشون رو بکنن، گرین کارتشون رو بگیرن، برنامه شون رو اجرا بکنن، اما سر کی کلا میره؟ سر خواننده های ما که امروز اوبر دارن کار میکنن. واسه همین من مخالفم و امیدوارم فرهنگ لس آنجلسی یا فرهنگ ما که در خارج از آمریکا هستیم این رو آگاه بشه که پشتیبانی از چنین کارهای خیانت به هنرمندان خارج از کشور.
حالا من یه چیز میگم که آقا اونا رو اگه هم میبینین بریم، ولی بیشتر بچه های اینجا رو هواشون رو داشته باشین. خب همون چرا اگه باید داشته باشن؟ بله چرا باید یه سری از خانم خیلی من با حامد همایون 20 سال کار نکرده آقا. میدونی من با چه زحمتی کشتمش توی کار آقای دانشگاه هیچ اختلافی ندارم. بسیارم حامد همایون بسیارم پسر خوبیه، بسیارم پسر خوبیه. نه اصلا راجب اینا راجب این شخصیت ها نیست. چرا باید برای همه شون هم مخالف هنوزه بگم وقتی صحبت بکنیم با این سیستم کمتر کسی موافقه، بلکه سیستم زوره، سیستم دموکرات نیست. بحث ناظر چیز دیگر میدونم میدونم من دارم فکر میکنم که این وسط ما اگر در حال اشتباهه اشتباه در اشتباهه. خدمت شما عرض بکنم که مرسی که اینجوری فکر میکنی، چون این اتفاقا دیدگاه انسانی قشنگیه که به هنرمندان داشته باشیم. حتی من یه سری هم اشاره کنم، دو چیز ببخشید در این رابطه چون با نادر به نوعی هم عقیده هستم. یکی این که دوستانی که میان اینجا، ما اینجا برای اینکه یک کاری رو معرفی بکنیم، باور کنید مقدار زیادی از جیبمون، ما هممون به قول شما اوبر باید برونیم بذاریم برای تبلیغات، با اینکه بعضیا لطف میکنن به ما اکثرا دوستان، ولی باز باید پول برای تبلیغات گذاشت. دوستانی که میان اینجا چون در ده ها سریال و فیلم سینمایی و اینا در ایران بازی میکنن و ایرانیان اینجا مثل خود من نوستالژی دارن، دلتنگ ایرانن، این فیلم و سریال ها رو میبینن، نجاتن بدون اینکه خرج تبلیغات بکنن از ما بسیار معروفترن وقتی میان اینجا. اینو سیستم درست کرده. آره. و چیز دیگه ای که من دوتا کار دیدم اینه که وقتی که یه جوری باور کردن اون تو که مردم لس آنجلس سر آدم بیخیال علکی خوشن که فقط باید بخندن، همه تئاتراشون باید من دوتا اینا رو دعوت شدم، واقعا توهین‌آمیزه. یعنی یارو فقط به شعور ماها که دادار دودور یه آقای اومده که از سر این تلویزیون. به این مسائل ما باید حتما بشینیم یه گفتگوی کلی داشته باشیم. نادر این کار است، برنامه نادر این کار است. قربانت. خب بینندگان عزیز، با سپاس فراوان از شما که به برنامه ما نگاهی داشتید یا گوش فرا دادید. همونطور که میدانید و همونطور که متوجه شدید، نمایش تشنه انتقام با هنرمندی هنرمندان عزیزمون که در اینجا حضور دارن و همچنین داریوش باقری در لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه البته در شهرهای دیگر آمریکا، در کشورهای دیگر منتظر باشید. اطلاعش حتما از طریق تلویزیون امید ایران و دیگر تلویزیون ها و رسانه ها پخش خواهد شد و حتما برید این نمایشنامه رو ببینید. من ندیده به عنوان یک نمایشنامه پرمحتوا قبولش میکنم. چرا؟ برای اینکه سه هنرمندی دارن پا میذارن جلو و اثر کسی رو دارن اجرا میکنن که غلام حسین ساعدیه. به هر حال برقرار باشید، کاینده باشید. خیلی از شما شکر جناب رفیع از دعوتتون. با امید دیدار در هفته‌های آینده باز هم در همین تلویزیون. مرسی نادر جان. یار دبستان. برقرار باشید، با امید روزهای بهتر و آینده باشد. یه انتقام، یک نمایش کمدی از دکتر غلام حسین ساعدی. آقا بازن عقده مردم که نمیشه کاری کرد که. بروخی می هستم، شهرام بروخی در نقش شعبون. نه ماجرای این مرتیکه رو میگم که ستا خانوم میبردنش هموم. الو مرتیکه قطع میکنه. سلام، داریوش باقری هستم در نقش نویسنده. خداوند تبارک و تعالی چیز بد به حروم خلق نمی کنه. این دوا چه معجزه ها که نمی کنه. داریوش ایران نژاد هستم در نقش گدایی. کارگردان داریوش ایران نژاد همراه با سه پیش پرده موزیکال از پرویز خطیبی. من بنده آقای بزرگم، دیشب تو لاله‌زار چهل سال فقط به فکر جیبم. یک شنبه 16 جون در اسکربار سنتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات 714 767 93